قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبرم راه نه آن است و نه این. فعلا تا اونجایی که به تئوری به ریاضیات تانسوری مربوط میشه، حساب تانسوری مربوط میشه، خواهید دید که ما خیلی احتیاج نداریم به فضاهای ابعاد خیلی بزرگ، علی‌خصوص وقتی بخوایم در رابطه با تئوری نسبیت صحبت بکنیم. خب با توجه به این صحبت ها، الان دیگه شما میدونی که تعداد ابعاد فضا وقت صحبت میکنیم یعنی چی؟ ان دیمنشنال اسپیس میدونی الان یعنی چی. حالا این است. یه چیزی هم اضافه بکنم بعد بریم سراغ این فکت بعدی من راجع بهش صحبت بکنم، اینه که در مختصات کارتزیان که ما صحبت خواهیم کرد، با گفتم که در صفحه دو بعدی باشه، در فضای دو بعدی، ما معمولا اگه یادتون باشه در دریاسن این کوردینیت اکسس محور رو با ایکس و این یکی رو با وای نشون میدادیم و هر نقطه ای مثل آ رو که اینجا می نوشتیم، اینو تصویرش رو روی این می‌بینیدیم که از اینجا تا اینجا چقدره، با ایکس کوچیک نشون میدیم و تصویرش روی این محور که عمود می‌کردیم به این یادتون باشه و این هر جایی رو قطع می‌کرد، اینم چی از اینجا تا اینجا رو با وای کوچیک نشون می‌دیم و می‌گفتیم این نقطه مختصاتش چی است، ایکس و وای هست، کامپوننت‌هاش کوردینیت‌هاش ایکس و وای هست در فضای دو بعدی، درسته که ایکس یه عدد و وای یه عدد. خب اگه سه بعدی بود چی؟ این یه محوری هم به این عمود میشه که اونو با زد نشون میدادیم و اون موقع هر نقطه ای رو نشون میدادیم با سه تا مؤلفه ایکس و وای و زد. اگه چهار بعدی باشه یه دونه هم چی؟ هر نقطه نمیگیم، اون موقع میگیم هر اتفاقی رو بعدن راجع بهش صحبت میکنیم، با چهار تا داده مشخص میکنیم ایکس و وای و زد و ت، درسته؟ اینو میگیم هر اتفاقی که در اینجاست به جای اینکه هر نقطه، چون نقطه فقط مکان رو مشخص میکنه، وقتی مکان و زمان با هم باشه بهش میگیم اتفاق. مثلا بذاریدم توضیح بکنم، اتفاق ما ترجمه ایونته در این فیزیک، خیلی استفاده خواهیم کرد خصوصا در تئوری نسبیت. فرض کنید که بنا بشه که دو نفر در یه جایی با هم قرار بذارن، فرضاً در یه نقطه ای از شهر. خب خیلی ساده است، ما میگیم که یه مبدا مشخص میکنیم، یه مرجعی مشخص میکنیم، واحدها مشخصه، بهش میگیم که در امتداد شمال مثلا اینقدر برید، بعد در امتداد شرق اینقدر برید، بعد میرسید به اون نقطه‌ای که اون ساختمون هست. فرض کنید که این ساختمون روی سطح کره زمین میریم دیگه، تا اینجا دو تا داده دادیم، درسته؟ یکی گفتیم در این جهت، یکی در اینجا، مثلا همین دیگه، درسته؟ ولی به اون میرسه، به اون در اون شهر میرسیم، به اون ساختمون خاص، میگیم حالا برو طبقه هفتم، درسته؟ طبقه هفتم دیگه یه عدد دیگه شد، یه داده دیگه شد در امتداد عمود به در امتداد ساختمون، عمود به زمین. خب در تا اینجا ما رسیدیم به اون نقطه. حالا اگر این دو نفر بخوان همدیگه رو ملاقات کنن، با یه داده دیگه ای هم باید چی بهشون بدیم، یعنی دو تا میتونن اونجا برسن ولی همدیگه رو نبینن، یکی 8 صبح برسه، یکی مثلا 12 صبح برسه، زور برسه، یعنی دو تا همدیگه رو ملاقات نمیکنن. پس میگیم که مثلا و عدد چهارم، داده چهارم اینه که زمان هم از لحظه شروع، مثلا مبدا زمان رو میدونیم چیه دیگه، 12 نصف شب مثلا ساعت 4 و نیم بعد از ظهر، خب 4 نیم بعد از ظهر میرسن، اون میشه یه اتفاق میفته در یه نقطه در زمان خاصی، دو نفر همدیگر رو ملاقات میکنن، میگیم چی؟ یک اتفاق، یک ایونت. اون که گفتم خیلی ایونت بخاطر. خب با این توصیف الان میرم من فکت دوم رو من مطالعه میکنم. اون فکت دوم هم این میشه، ما فرض کنید که بخوایم فاصله دو تا نقطه رو مطالعه کنیم. نگاه بکنید مثلا نقطه آ اینجا باشه و نقطه ب هم اینجا باشه، درسته؟ رو کوچیک‌تر بنویسم چون کار دارم با اینجا. خب من میخوام فاصله بین آ تا ب رو مشخص کنم. طبق تعریف خودمون، فاصله عبارت است از کوتاه‌ترین فاصله بین اونا، این تعریفه. یعنی من از آ تا ب رو خیلی راه ها رو میتونم برم، درسته؟ ولی وقتی ما میگیم فاصله آ تا ب، یعنی یه خط راستی که آ و ب رو، البته خط راست من اگه نمیتونم بکشم اینجا، بخاطر اینکه سر بخوره قلم،
میشه این خط راست از آ تا ب. اینو اندازه میگیریم بر اساس واحدهایی که تعریف کرده اون ابزرور برای خودش، مثلا 2, 3, 4, 5 از آ تا ب میشه مثلا 5 واحد. واحد هم مثلا خودمون تعیین میکنیم، سانتی متر، متر، کیلومتر، هر چی، فاصله دو تا شهر مثلا. خب اگه من راجع به فاصله دو تا نقطه صحبت کنم، مثلا فرض کنید که یه نقطه اینجا باشه، یه نقطه هم اینجا باشه. خب فعلا در فضای دو بعدی روی تابلو من صحبت می‌کنم. آره. خب موقع فرض کنید میشه فاصله‌اش این قلم اینجا باشه. خب طول این قلم اگه من بهش میام نگاه بکنم، من به عنوان یک ابزرور هیچ مشکلی ندارم باهاش. میگم مثلا طول این قلم فرضاً 15 سانتی متر. شما بیایید این طول این قلم رو اندازه گیری کنید چی؟ شما به همون نتیجه 15 سانتی متر میرسید. یک مقیاسمون یکیه، بر اساس سانتی متر اندازه گیری میکنید. پس طول یک جسم یا بگیم فاصله دو تا نقطه، خب فعلا در فضای دو بعدی صحبت میکنیم، چیه؟ تغییر نمیکنه برای ابزرورهای متفاوت. یک موجود خیالی هم از کهکشانهای فلان هم بلند شه بیاد اینجا و بخواد طول این فاصله بین این دو تا نقطه رو صحبت بکنه، اونم همینه. اگه بهش بگیم که سیستم سانتی متر یعنی چی، از اینجا شروع کنیم میرسه به اونجا، مثلا میگه که چی، مثلا 5 واحده یا 15 واحده. پس ما هیچ اختلافی با هم دیگه نداریم در توصیف فاصله. فاصله رو ما میگیم دیستنس. خب از این به بعد دیستنس، و معمولا در فیزیک این فاصله رو با اس نشون میدیم. خب با اس نشون میدیم وقتی فاصله های بزرگ صحبت میکنیم، فاصله هایی که قابل دیدن واضح. وقتی فاصله خیلی 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 کوچیک صحبت کنیم که دیگه از چشمم نتونه ببینه، میگیم مثلا ابعاد خیلی خیلی ریز، اونو ممکنه با دی اس نشون بدیم یا دلتا اس نشون بدیم، زیاد مهم نیست. خب الان یه خورده تفاوتاشو میگم، ولی احتمال زیاد خیلی از شماها که الان این فیلمو میبینید متوجه هستید که دی اس و دلتا اس چه تفاوتایی داره. خیلی خب، پس ما اومدیم یه نتیجه گیری کردیم، اونم اینه که دیستنس خب یا فاصله بین دو نقطه، حالا اگه در دو نقطه اینه در سه نقطه همینه. پس چرا؟ چون این قلم که فاصله این در دو نقطه، حالا بیاید بیرون توی سه نقطه اینجوری بزنید، حالا فرقی نکرد که در فضای سه بعدی که ما مطالعه کنیم، من میگم این 15 سانتی متر، شما هم بیاید بگید 15 سانتی متر، موجود میگم 15. پس میگیم دیستنس مهم نیست، دو بعدی، سه بعدی، هر چی، ها در مکان. ها اینم هست، یکی از فکت ها. چرا فکت؟ دلیلش اینه که برای ابزرورهای متفاوت این وریانت طول این، خب اون مقدار این وریانت، درسته؟ بهش میگیم چی؟ اینم یه فکت دیگه است. خب حالا قبل از اینکه من برم راجع به فکت های بعدی صحبت کنم، می‌ذارید ببینیم که در اینجا خیلی مهمه ببینیم که ما اصلا فاصله دو تا نقطه رو چطوری به دست میاریم. یکی راجع به صحبت میکنیم، حالا می‌خوایم صحبت چیز به دست بیاریم. مثلا فرض کنید در نقطه همون آ و ب رو در فضای دو بعدی هم به هر حال فعلا، خب این آ اینجا باشه و ب هم اینجا باشه، درسته؟ فاصله این دو تا نقطه رو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ خب در فضای دو بعدی، خب یعنی در فضای ایکس و ایگره. خب واضحه من کوردینیت اینو دارم، پس این میشه ایکس نقطه آ، اینجوری بنویسم ایکس اندیس آ، و کوردینیت این نقطه هم دارم میشه چی؟ وای آ، یعنی در امتداد این محور کوردینیت آ. مال برم دارم، برم میشه چی؟ عمود میکنم به اینجا، این همش عمودن، یادتون باشه. چرا؟ چون این محور کارتزیان عمود. این میشه چی؟ ایکس بی، و از اینجا بیام دوباره در این جهت به دست بیارم، اینم میشه این نقطه هم که میشه چی؟ وای بی. پس من اینا رو دارم، چون هر نقطه در فضا چی مشخصه، نقطه آ رو من میدونم چیه دیگه، پس ایکس آ و وای آ شد من دارم، نقطه ب رو میدونم چیه، ایکس بی و وای بی شو چی دارم. حالا بر اساس این داده های ایکس آ وای آ و ایکس بی و وای بی میخوام چی؟ فاصله نقطه این نقطه رو به دست بیارم، فاصله این دو تا نقطه رو به دست بیارم. شما فرض کن این خط راسته، ببخشید اگه نیست، این ایراد وایت بورد ها همینه، قدیم که ما گچینا استفاده میکردیم کار ما راحت بود. خب
این فاصله میخوام به دست بیارم بر اساس. خب خیلی واضحه. شما قضیه یه فیثاغورس یادتون هست حتما. خب از فکر کنم دبستان ما میخونیم قدیم. فکر میکنم. اگه یک مثلث قائم الزاویه داشته باشید، یه ضلعش آ باشه، یه ضلعش ب باشه، اون موقع وترش شما میتونید اصطلاحا میگیم وتر یا کرد بهش میگیم، سه رو میتونیم به دست بیاریم. همیشه طبق قضیه فیثاغورس این رابطه برقرار هست که مربع این ضلع به علاوه مربع این ضلع مساوی با جمعش میشه مربع این ضلع. خب اینو به دست بیاریم، اینو به دست بیاریم، داریم ازش جذر بگیریم، میشه سه رو به دست بیاریم. خب اینجا میام همه کار میکنیم. خب من میام که اینو در این جهت رسم کنم. حالا اینم به این عمود دیگه، چرا؟ چون این یه دونه مستطیله دیگه. خب این این خط موازی اینه، چون دوتا به این خط عمودن، اینم که به این عموده، بس به این عمود. پس من الان یه دونه مثلث قائم الزاویه درست کردم. اینجا میشه طول اینو بخوام به دست بیارم که گفتم با اس نشون میدیم، اجازه بدیم من اینجا با دلتا اس بنویسم. دلتا یعنی فقط تفاوت، کلمه تفاوت رو در ریاضیات ما با دلتا نشون میدیم، یعنی تفاوت اینجا با اینجا. یعنی این طول منهای این طول مثلا، یعنی بهش میگیم چی؟ دلتا اس. حالا این دلتا اسی که من دارم، میخوام بر اساس این طول و این طول چی؟ به دست بیارم. این طول رو اسمشو میذارم دلتا در جهت ایکس. چرا؟ چون در امتداد ایکسه. این طول رو میذارم دلتا در جهت وای. چرا؟ چون در جهت وای است. درسته؟ حالا دلتا اس رو من میتونم بر اساس قضیه فیثاغورس به دست بیارم. بنویسم دلتا اس و فاصله بین نقطه مساوی هست با دلتا ایکس به توان دو به علاوه دلتا وای به توان دو. درسته؟ قضیه فیثاغورس دیگه، آ به توان دو به علاوه ب به توان دو، آی من اونه، بی من معادله. درسته؟ پس من الان با توجه به اینکه اگه دلتا ایکس و دلتا وای رو بلد باشم، دلتا اس رو به دست میارم. دلتا ایکس مشخصه چیه؟ از اینجا تا اینجا. خب این میشه دلتا ایکس. پس دلتا ایکس من میشه چی؟ میشه از این نقطه تا این نقطه که میشه ایکس بی. درسته؟ مختصات نقطه بی هست. درسته؟ منهای از اینجا تا اینجا میشه منهای ایکس آ. درسته؟ پس دلتا ایکس بی رو که دارم، ایکس آر هم که دارم، پس دلتا ایکس رو من دارم. دلتا وای چیه؟ دلتا وای هم میتونم به دست بیارم، میشه از اینجا تا اینجا که مساوی از اینجا تا اینجاست. درسته؟ خب این طول برابر با چیه؟ میشه وای بی منهای وای ای. پس میشه وای بی منهای وای ای. درسته؟ با توجه به این که وای بی رو دارم، وای ای رو مقدارش دارم، دلتا وای رو دارم، دلتا ایکس رو دارم، دلتا وای رو دارم، میارم توی این میذارم، دلتا اس من چی؟ به دست من. پس ما الان بلدیم که فاصله دو تا نقطه رو در فضای دو بعدی بر اساس مؤلفه های هر یک از اون نقطه ها به دست بیاریم. خیلی واضح. حالا دقت کنید که فرض کنید که خب من یه ابزرورم. اینجا یعنی چی؟ اینجا یه مبدأیه. برای یک ابزرور ما اینو رسم کردیم. برای من رسم کردیم. حالا فرض کنید که شما بیایید و شما بگید که نه، شما این دلتا اس بر اساس ایکس وای خودتون اندازه‌گیری کردید. من میام همینجا وای میسم، مبدأمون یکیه. واحدهای اندازه‌گیریمون هم یکیه. درسته؟ مبدأ و واحدهای اندازه‌گیریمون یک. ولی من نسبت به شما با یه زاویه میچرخم. مثلا با یه زاویه، مثلا محور ایکس شما، مثلا یه زاویه، من اینو خطی میکشم که امیدوارم بتونم صاف بکشم. خب و اینا رو پاک کنم که اینجا بنویسم که وای آ، اینم وای بی، که اینم به این باید عمود باشه دیگه. اینم محور، پس محورهای مختصات ما شد چی؟ شد ایکس پریم و این یکی چی؟ وای پریم. این محور مختصات شماست، ابزرور جدید. ابزرور قدیم ایکس وای بود، من بودم. ابزرور جدید ایکس پریم وای پریم شمایید در همون مبدا، منتها به اندازه زاویه مثلا تیتا اومدیم چی؟ نسبت به من اومده چی؟ حالا من تیتا رو این پایین می‌نویسم. زاویه تیتا چرخیدید نسبت. حالا مهمش بالا بچرخید، با این بچرخید. حالا ممکنه شما بیاید به من بگی که خب شما بر اساس ایکس وای نوشتید، تونستید به دست بیارید. خب من چی؟ دلتا اس من چطور؟ خب شما همینجور بیاین در دنیای شما بر اساس ابزرویشن شما میایم اینا رو تعریف می‌کنیم. مختصات ا
در دنیای شما x پریم y پریم چیه؟ خب اینو عمود میکنیم به x پریم، درسته؟ از اینجا تا اینجا میشه x پریم a، درسته؟ میشه از این نقطه تا این نقطه در امتداد x پریم، و همین کار رو در مورد نقطه b میکنیم. پس از اینجا تا مبدا میشه x پریم b، درسته؟ x پریم اینجا باشه. خب همینجور در جهت y پریم عمود میکنیم، میاد اینجا، این میشه y پریم a، و ما برم دوباره عمود میکنیم، اینم میشه y پریم b. خب پس الان من یه دونه اینم اگه، پس من الان نقطه a رو به جای اینکه بعد در محورهای مختصات x و y بگم، در محورهای مختصات x پریم y پریم میگم، میگم x پریم y پریم. نقطه برم در محورهای x پریم y پریم میشه چی؟ x پریم b و y پریم b. حالا من میخوام طول دلتا s رو به دست بیارم، دوباره مثل قبل همین تصویر رو ادامه میدم و میاد میام من پاک میکنم که جلوی دست ما رو نگیره، از این به این عمود میشه، این میشه یه دونه مثلثه. ببینید مثلثه چی؟ حالا اینجا رو میذارم نقطه m، مثلثه، حالا این نقطه B بود دیگه، درسته؟ مثلث A B M، این A رو دیگه بیارم اینجا بنویسم که A B M یه مثلث قائم الزاویه جدیده. قبلا چی بود؟ A B N بود، ولی در محورهای مختصات جدید میشه A B M. از A تا M چقدر میشه؟ در امتداد X پریم یادتون باشه میشه همین، از اینجا تا اینجا که میشه X پریم B. خب اینو من میذارم دلتا X پریم، درسته؟ A M، و این طولی هم که اینجا هست اسمشو بذارم دلتا y پریم، درسته؟ بنابراین یه مثلث قائم الزاویه است که وتر اون دلتا s میشه دلتا s به توان 2 مساوی هست با دلتا x پریم به توان 2، دلتا x پریم از اینجا تا اینجا، به علاوه دلتا y پریم به توان 2، دلتا x پریم به توان 2 به علاوه دلتا y پریم به توان 2، درسته؟ خب دلتا اکس پریم هم که میتونم دوباره به دست بیارم، دلتا اکس پریم میشه از جا تا اینجا مساوی از جا تا اینجا، میشه اکس پریم ب منهای اکس پریم آ، بینه هم به جای اکس ب منهای اکس آ. دوباره دلتا وای پریم میشه از اینجا تا اینجا مساوی از اینجا تا اینجا، میشه وای پریم ب منهای وای پریم آ، اینه همین فقط با پریم ها، درسته؟ پس من میتونم اینا رو به دست بیارم. حالا اگه دقت بکنید این طول که دلتا اس که فرق نکرد فاصله بین دو نقطه سر جاش، هیچ طولش نه کوتاه شد نه بلند شد بر اساس اینکه شما چرخیدید نسبت به من، سر جای خودش همینجوری که این قلمه. من الان اگه توی این دو بعدی نگاه کنم، من همون طول اینو داره که شما یه جور دیگه نگاه بکنید بهش، همون طول این که عوض نمیشه، ولی بسته به این که چه جوری بهش نگاه کنیم سایه هاش در دنیای ما فرق می‌کنه. سایه هاش میگن پروجکشن هاش. ببینید دلتا اکس و دلتا اکس پریم با هم مساوی نیستن، دلتا x میشه از اینجا تا اینجا، دلتا x پریم میشه از اینجا تا اینجا، دلیل نداره با هم مساوی باشه. دلتا y و دلتا y پریم هم مساوی نیست، دلتا y میشه از اینجا تا اینجا، دلتا y پریم میشه از اینجا تا اینجا. پس با وجودی که این با این مساوی نیست، این هم با این مساوی نیست، ولی جمع مربعات اینا و اینا با هم دیگه چیه؟ مساوی هم. دلتا s با هم فرق نمیکنه. پس فرق نمیکنه چون یه فکت دیستنس، خب بلدیم الان چیز محاسبه بکنیم، چه در برای ابزرور ایکس وای و چه برای ابزرور ایکس پریم وای پریم، دو تاش هم چی؟ طولش یکسان، اینجا قشنگ دیده میشه که یکسانه، و به خاطر همین هست که فکته. خب پس ما الان یک چیزی هم باهاش آشنا، یک کمیت فیزیکی باهاش آشنا شدیم و یادم گرفتیم چطوری حساب بکنیم، اونم فاصله بین دو تا نقطه هست در فضای چی؟ دو بعدی، و دیدیم که چیه؟ فکت هم هست. حالا در فضای سه بعدی هم اینجوره، در فضای سه بعدی چه اتفاق میفته؟ بازم همون قبلیه، اینه که اینجا هست. خب میخوایم ما طول اینو توصیف بکنیم، چه برای من چه برای شما باید یکسان باشه، فرق نمیکنه، ولی دلتا ایکس این، دلتا وای این، و حالا چی؟ یه دلتا زد هم داره برای من، فرق داره با دلتا ایکس پریم این، دلتا وای پریم این و دلتا زد پریم این برای شما، درسته؟ یعنی اینجا ما دلتا S2 داریم، یه دونه هم دلتا Z
دو خواهیم داشت، اینم یه دونه دلتا زد پریم دو خواهیم داشت، درسته؟ پس فرق نمیکنه. پس اینجا میتونیم چی به دست بیاریم؟ دلتا اکس رو بلدیم، دلتا وای بلدیم، دلتا زد بلدیم. این خطی که اینجا هست، فاصله دو تا نقطه اینجوری ترسم کنیم. اول تصویر بکنم روی صفحه، یه خط میشه. بعد سایه میشه مثل این، میشه یه خط. حالا اینو در جهت ایکس دارم، سایه‌شو در جهت وای دارم. حالا همینو تصویر میکنم در جهت زدم، میشه در این جهت. پس دلتا زدم دارم، جمع مربعات این، مربع وطن طول اینو میده، جمع مربعاتش برای یه چیز اتاق دیگه که چرخیده باشه نسبت به این یه جوری دیگه باشه چی؟ اینا رو به من میده که دلتا اس من ثابت، دلتا ایکس پریم مساوی دلتا ایکس نیست، وای پریم مساوی و این نیست و این مساوی نیست، ولی جمعشون چیه؟ همیشه مشخصه. میگیم چیه؟ میگیم دیستنس یک کمیت فیزیکیه در فضا، دیستنس بین دو نقطه در فضا، هر نقطه هم سه بعدی باشه سه تا داده داره، که چیه؟ اینوریانت برای ابزرورهای متفاوت. و اگه اینوریانت برای ابزرورهای متفاوت یعنی چیه؟ یعنی یه فکت از جهان هست، یه کمیت فیزیکیه که یه فکتی از جهانه. پس از این به بعد در مدلی که برای توصیف جهان ارائه خواهیم کرد یا دنبالش خواهیم بود که ارائه کنیم چی؟ اگه درش ما دیستنس رو به کار ببریم در فضای سه‌بعدی، هیچ مشکلی ما نداریم. حسابش هم که حساب کردنش هم که یاد گرفتیم، دلتا اکس دو، دلتا وای دو، دلتا زد دو جمعش و ازشون یه دونه جذر بگیریم، میشه فاصله دو تا نقطه دیستنسی که راجع بهش صحبت میکنیم. با خیال راحت میتونیم اینو ما استفاده کنیم. اگه این استفاده کنیم و این استفاده کنیم در مدلامون، میدونیم که با خیال راحت در همه جای جهان چی؟ اینا این وریانت هن، فکت هن، صدق میکنن. خب پس اگه مدل ما از توش قوانینی بیاد بیریم که توش این دوتا باشه، خیال ما راحتی در همه جای جهان این قوانین چیه؟ یکسان هستن. حالا بریم سراغ یک کمیت دیگه فیزیکی که باش حتما آشنا هستید، ببینیم که اون در مورد اون چی میتونیم بگیم، فکت یا نه. اونم یک برداره. شما راجع به بردار حتما قبلا شنیدید. وقتی بگیم که معمولا بردار رو با چی نشون میدیم؟ بردار رو با یه فلش نشون میدیم. در دبیرستان آشنایید. بذارید بگم بردار با اسکالر چه فرق داره. اسکالر یه داده لازم داره که شما مشخصش بکنید، درسته؟ مثلا میگیم که درجه حرارت 24 درجه، تموم شد، هم مشخصش کردیم. ولی بردار یک چیز کمیت فیزیکی که به دو تا داده احتیاج دارید مشخص بکنید. مثلا وقتی من میگم که سرعت یک بردار، درسته؟ اینو میدونی که سرعت رو ما بردار میگیم. چرا؟ چون هم احتیاج داره مقدار بگیم هم جهت بگیم. مثلا میگیم که این پروانه‌ای که اینجا پرواز میکنه سرعتش 3 متر در ثانیه است. خب کلمه 3، عدد 3 یه داده است، یک داده، ولی این کافی نیست که پروانه رو برای من یا شما مشخص کنم. بعد بگیم در چه جهتی پرواز میکنه، درسته؟ اون موقع مشخص. مثلا بگیم به طرف شمال پرواز میکنه، به طرف شمال غربی پرواز، اون موقع مشخص میشه. پس هر برداری یه جهت داره که درسته، یه جهت و یک مقدار داره که معمولا میایم مقدارشو بر اساس این طول رو تعیین میکنیم که مقدارشو ما چیز کنه، نشون بده. مثلا اگه این 1, 2, 3, 4, 5, 6 واحد نشون میده، میگیم مقدار این مثلا 6ه. منتها 6 چی؟ بستگی داره واحد شما چی. اگه متر بر ثانیه باشه، این 6 متر در ثانیه رو نشون میده. اگه کیلومتر در ساعت باشه، این 6 کیلومتر در ساعت رو نشون میده. از نظر سرعت صحبت میکنه. پس بردارها احتیاج دارن چی؟ به دو تا داده که توصیف بشن، تعریف بشن. خب فقط سرعت بردار نیست، بردارهای دیگه هم داریم، مثل بردار نیرو. چرا نیرو برداره؟ چون باز به دو تا داده احتیاج داره که توصیف بشه. مثلا ما میگیم که نیرویی رو وارد میکنیم به این تابلو. خب نیرو چقدر وارد میکنیم؟ مثلا میگیم که 20 واحد نیرو وارد میکنیم بهش. خیلی خب، ولی در چه جهتی وارد میکنم؟ میتونم نیرو رو اینجوری وارد کنم، عمود، میتونم در جهتی وارد کنم که بکشم، میتونم مایل وارد کنم بهش.
پس یه جهت هم لازمه. پس وقتی ما نیرو رو مشخص میکنیم احتیاج داریم با یه بردار مشخص کنیم که هم جهتش رو بتونیم بگیم هم مقدارش رو بگیم. پس انواع اقسام بردارها هست، فقط نیرو و چیزی هست. یه بردار دیگه به زودی باش آشنا خواهیم شد. نیرو فقط سرعت نیست. ولی اما ببینیم که این بردار چی هست. برداری که ما داریم چطوری میتونیم توصیف بکنیم؟ ما بیایم اول بردار رو در فضای دو بعدی مطالعه بکنیم. فضای دو بعدی یه بردار مطالعه که این x من باشه و این y من باشه. یه بردارم هست که اجازه بدید من بردار رو از این مبدا بشم، لازم نیست من میتونم بردار رو هر جو که دلم بخواد بکشم اینجا، ولی من مبدا رو آوردم گذاشتم ته بردار، نقطه شروع بردار. فرض کنید که بردار منم اینجوری باشه. این بردار عرض کردم، تأکید میکنم که لازم نیست مبدأ من حتما در این نقطه باشه، میتونه اینجا باشه. یعنی من میتونم اینجوری مطالعه بکنم، حالا خواستم میتونم بردار من اینجا باشه و حالا بیام اینو مطالعه بکنم، هیچ فرق نمیکنه. مطمئن من آوردم مبدأ گذاشتم اینجا، کار من یه خود راحت تر بکنه. اونم به خاطر اینکه اینجا شلوغ پلوغ نشه. متاسفانه این وایت بورد و نور پردازی که هست یه جوری هستش که ما بخوایم با رنگ های دیگه اینجا بکشیم، دوربین خوب با توجه به اینکه توی اینترنت بخوایم بذاریم رزولوشنش باید پایین باشه و به خاطر اون پایین بودن اون رنگ‌های آبی و رنگ‌های سبز و قرمز و اینا دیده نمیشه، حتی آبی هم خوب دیده نمیشه. بنابراین واسه اینکه مشکل من راحت بشه من میام بردار اینجا میذارم که کمتر احتیاج به نقاشی کردن باشه. ببینید که امیرانش هم دردسر داریم باشه. خب من این بردار رو رسم می‌کنم. این بردار مثلا فرض کنید که V باشه و این بردار رو من بخوام توصیف بکنم در فضای دو بعدی خیلی راحته. من میام میگم که این بردار یک مؤلفه داره در جهت X، تصویر بکنم به جهت X و اینو با مؤلفه VX نشون میدم، و یک مؤلفه داره در جهت Y و اینو با چی؟ با VY نشون میدم. آن تا جوری بنویسم VX نوشتن من اینجوری الان درست‌تره تا قبلی. اینم وی وای الان توضیح میدم چرا. الان خود این وی ایکس یه برداره، درسته؟ این بردار با این بردار چی فرق داره؟ این تصویر این بردار روی درسته؟ تصویر بردار در امتداد یکی از کوردینیت اکسس های منه. این چی؟ اینم باز خودش یه برداره، تصویر این بردار در این امتداده. چرا برداره؟ چون هم مقدار داره هم جهت داره. جهتش حالا این ماله مشخصه ایکس. اینم دوباره برداره چون هم مقدار داره هم چی؟ جهت داره، درسته؟ پس و در دبیرستان یاد گرفتیم که اگه بخوایم بردار رو مشخص کنیم معمولا روی یه دونه فلش میذاریم، اینجوری که منظورمون برداره. خب اینم بس فلشه، اینم پس چیه؟ فلش هست، درسته؟ و دیدید که در دبیرستان ما میتونیم این بردار رو بنویسیم و رو که جمع برداری و ایکس هست به علاوه و وای. خب جمع برداری هست، طول نیست. جمع برداری، جمع برداری یعنی چی؟ یعنی یادآوری میکنم شما اگه بیایید یه دونه بردار داشته باشید مثل این، اسمشو بذارید VX، حالا A بذارید اصلا. یه بردار دیگه هم داشته باشید که مثلا مثل این B. A و B رو بخواید با هم جمع بکنید، B رو میارید به نوک این فلاش میذارید، در امتداد خودش میذارید اینجا، آها این میشه B. حالا این سر رو به اون سر وصل بکنید، این میشه جمع A به علاوه B. این بردار A بود، بردار B بود، این هم میشه A به علاوه B. خب اینجا تقریبا همینه دیگه. این A شماست، این B شماست، درسته؟ VX A شماست، این B. پس V شما میشه چی؟ جمع برداریه، جمع برداریه این دوتا، درسته؟ دوتا بردار رو جمع کردن. خیلی خوب، پس من میتونم الان بنویسم همون جور که نوشتم V مساویه VX به علاوه چی؟ VY. خیلی بر اساس دو تا مؤلفه که مؤلفه‌های من هم چیه؟ در امتداد X و Y هست. خب من یه جور دیگه من اینو بنویسم بد نیست، البته اونو میذارم اونجا بمونه. این اصطلاح هم ما زیاد به کار خواهیم برد، این روش نوشتن. این X باشه، این Y باشه و اینم بردار همون V من باشه. ما میاییم اینو تصویر میکنیم اینجا و اینم تصویر میکنیم اینجا. از اینجا تا اینجا رو میشه که یه بردار که همون VX من باشه.
من میتونم بنویسم این بردار و ایکس من هست، میام این که واحدها تقسیم بندی شده است، درسته؟ و باید مساوی باشه، من نمیتونم اینجا رسمی میکنم، ولش کنید. میام یه بردار واحد تعریف میکنم، اسمش بهش میگیم از این به بعد یونیت وکتر. خب اینا یاداوریه، اگه اونایم که بلدن یاداوری، اون که بلد نیستن خب یاد میگیرن. یونیت وکتور میگیم، یونیت وکتور میگیم بردار واحد. بردار واحد چرا؟ چون طولش یکه. پس در این جهت میایم یه دونه در امتداد این محور مختصات یه بردار واحد تعریف میکنیم که طولش یکه، یعنی پس میشه چی؟ از اینجا تا اینجا. خب طولش یک واحده، جهتش هم در جهت ایکسه. این بردار واحدی که در جهت ایکسه با آی یه دونه کلاه روش نشون میدیم، یعنی یه دونه بردار واحدی که در جهت ایکسه. اینی که در جهت وای هستم یه بردار واحد دیگه هست که با در جهت وای هست، طولش یکه، اینم با جی نشون میدیم. حالا ببینید، من بردار و ایکس رو میتونم بنویسم بر حسب این بردارهای واحد. ممکنه به نظر بیاد که کار خسته کننده ایه، ممکنه، ولی خواهید دید که منفعت خیلی زیادی داره، خصوصا در بعدها که ما این محورها به هم دیگه عمود نخواهند بود و خطوط محورهای مختصات هم کج و کوله خواهند بود که در تئوری نسبیت زیاده. بخواهید دید که اینا خیلی به درد ما خواهد خورد. الان به نظر میاد مسخره است، ولی خب ما میتونیم الان و ایکس رو بنویسیم 1, 2, 3, 4, 5 تا از آی ها، درسته؟ پس میتونم بنویسم 5 تا آی، درسته؟ و وای رو بنویسم 1, 2, 3, 4. پس بردار و وای من هست چی؟ 4 تا چی؟ بردار جی، بردار واحد در جهت وای، درسته؟ اگه در جهت زد هم داشتم، سه بعدی بود، خب یه مؤلفه دیگه هم داشت به اسم و زد و مثلا یه عددی میشد ضرب در اون بردار واحد هم با کی نشون میدیم از این به بعد، یعنی چی؟ برداری که طولش واحده ولی در امتداد محور زدا هست. حالا این 5 و 4 یا هرچی که هست، خب از این به بعد چون خیلی وقتا ما اصلا مقدارشو نمیدونیم، باید حساب کنیم بعدم به دست بیاریم، ما میتونیم اصلا بگیم که مگه تصویر این تا اینجا رو ما در قبلا اسمشو نذاشتیم یه چیزی، میشیم تا اینجا چند تا واحد میگیم، میشیم مثلا به اندازه vx واحد، از اینجا تا اینجا رو میگیم vy واحد. خب ببین من دیگه علامت بردار روش نذاشتم، چرا؟ چون vx اینجا مقدارشو نشون میده، فقط vy با مقدار اینو نشون میده، vx نشون میده چی؟ 1, 2, 3, 4, 5. پس علامت این یه عدد رو نشون میده الان، یه اسکالر شد، اینم یه عدد رو نشون میده الان و اینم در جهت چیزم و زده. خب پس از این به بعد میتونیم هر برداری رو بنویسیم بر اساس بردار واحدش که بردار واحد میشه در امتداد اون محوری که هستیم صحبت میکنیم، طولش امتدادش رو میدونیم چیه و مقدارش هم که یه عدده، یه کمیته، یه اسکالره، چی؟ این تعداد واحدهایی که نشون میده. پس من میتونم الان بردار و رو اینجا بنویسم چی؟ بنویسم بردار و هست و ایکس آی به علاوه و وای کی به علاوه و زد کی، درسته؟ سه بودیه. حالا من زد رو فعلا اجازه بدید فراموش بکنیم چون فعلا دردسر داره، بخواهیم فقط مطلب رو درک بکنیم. پس و رو میتونم به این شکل بنویسم، با این قبلی مقایسه بکنیم، این قبلی با این عین همه، دوتاش هم که راجع بردار و هست، ما تا اینجا بر اساس بردار واحدش نوشتم، اینجا نه، فقط بر اساس مؤلفه هاش، کامپوننت هاش نوشتم، دوتاش هم یک چیزه، هیچ فرمه از نظر محاسباتی این خواهید دید که کار ما رو راحت تر میکنه. اینم از این گفته باشم چون به زودی خیلی ازش استفاده خواهیم کرد و خب یونیت وکتور هم گفتیم و اینم ورم که اینجا من صحبت کردم.